همونطور که میدونید روحانی در سخنرانی روز 22 بهمن خودش گفت که کسانی خودشون از قطار انقلاب و یا قطار نظام پیاده شدن و کسانی رو هم ما خودمون پیاده کردیم و اشتباه کردیم و الان باید همه اونها رو دوباره سواره این قطار بکنیم. این حرفش ولوله‌ای تماشایی در درون رژیم ایجاد کرده و قیل و قال موافقان و مخالفان حول اون بالا گرفته و در این بین نکات و اعترافات جالبی رو هم در بین حرفاشون مطرح میکنن. نگاهی میکنیم به گزیده ای از این اظهار نظرها. خبرگزاری بسیج ضد مردمی 28 بهمن. برخی به دنبال کوچک نمایی قدرت انقلاب و بزرگ نمایی ضد انقلابند. سرعت قطار انقلاب انقدر بالاست که امکان توقف ندارد. برخی خود را از در و پنجره آن به بیرون پرت کردند و برخی هم در قطار هستند که از نان انقلاب استفاده می کنند اما به ترمز قطار آویزانند و سعی دارند آن را بکشند، اما دستان ضعیف آنها نمی تواند این قطار را متوقف کند. قطار انقلاب را تنها ضد انقلاب ها ترک می کنند چون معتقدند نمی توان با این قطار به مقصد رسید و برخی هم کمین می کنند تا جلوی آن سنگ اندازی کنند. بعضی به دنبال کوچک نمایی قدرت انقلاب و بزرگ نمایی قدرت ضد انقلابند. حال باید پرسید چه کسی قطار انقلاب را به باد سنگ و چوب گرفته؟ چه کسی قصد دارد جلوی حرکت آن را بگیرد یا ریل را جابجا کند؟ سایت حکومتی رویداد 28 بهمن. قطار انقلاب یا کوپه انقلاب؟ چرا بعضی ها پیاده می شوند؟ اگر دلسوز قطار انقلاب هستید، به جای آنکه مدام از مسافران قطار بگویید یا بر آنان که پیاده شده اند لعن و نفرین بفرستید، اشکالاتی که در خود قطار ایجاد شده است را بپذیرید. مسئولیت خود در قبال این اشکالات را به عهده بگیرید و آنگاه به رفع خطاها و بهسازی قطار بپردازید. قطار انقلاب باید قطار همه مردم ایران باشد، درست مانند سال 57 که همه مردم ایران در راه انداختن این قطار سهیم بودند. سایت حکومتی عصر ایران 28 بهمن. به نظر می رسد وقت آن رسیده است که به جای بررسی مسافران قطار، خود قطار مورد ارزیابی جدی قرار گیرد، قطاری که اینک 40 ساله شده است. اگر می بینیم که در سالهای اخیر افرادی از قطار انقلاب پیاده شده اند یا بسیاری از جوانترها تمایلی به سوار شدن به این قطار ندارند، می توان پرسید که آیا هیچ اخلال و اشکالی در داخل این قطار پیش نیامده است؟ و اگر مشکلی هست، آیا نباید به خاطر خود این قطار هم که شده آن را حل کرد؟ سایت حکومتی تابناک 28 بهمن، آخوند یعقوبی. قطار انقلاب در حال حرکت است. افراد زیادی برای براندازی نظام تلاش کردند اما نتوانستند. در این قطار مردم انقلابی حضور دارند و ما هرگز به کسانی که از این قطار پیاده شدند التماس نمی کنیم که دوباره سوار شوند. در این راستا افرادی که اشتباه کردند باید استغفار و به خطاهای خود اقرار کنند. خبرگزاری بسیج ضد مردمی 28 بهمن. آقایان که می گویند می توانستیم کسی را از این قطار انقلاب پیاده نکنیم، البته باید در جوابشان گفت آیا ما کسی را به زور پیاده کردیم؟ و چرا در روزی که ما باید از قدرت و عظمت انقلابمان حرف بزنیم، موضوع پیاده شدن عده‌ای را مطرح می‌کنیم؟ اگر در آینده کسی قدرت حقیقت را کمتر از قدرت آمریکا بداند، باز هم به دست خود از این قطار انقلاب پیاده می‌شود.